رئیس جمهور غنی که به مناسبت روز نوروز در ارگ سخن می‌زد گفت برگزاری انتخابات، تأمین صلح و آوردن اصلاحات از کارهای بزرگ حکومت در سال روان است. وی میگوید جنگ رای حل نیست. کسانی که خواهان دوام جنگ در کشورند با اراده جدی ملت روبرو خواهند شد. جنگ ده حل لاره نده. هر څوک چې به جنگ او جګړې ته دوام ورکوي هغه به د ملت له قاطع ارادې سره مخامخ کیږي. رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری میکند که طرح صلح حکومت به صلح دائمی در کشور منجر شود. صلح اماده پاره نه ده، د جلی ده پاره ده، د هلکانو ده پاره ده، راتونکو نسلو ده پاره ده. دا هغه ژمنه ده چې نه یوازې د افغانستان ټول وګړي ته چې اوس فضل د خدای ژوندي دي، بلکې هغه نسلونو ته چې لا پیدا سوي نه دي، دا باید د ملي وحدت د حکومت میراث. تا کنون گروه طالبان به طرح صلح حکومت پاسخ ارائه نکرده اند. پیش از این شورای عالی صلح گفته است که گام های اساسی را برای آوردن صلح در سال روان بر می دارد. در همین حال رئیس اجرایی حکومت در پیام نوروزی خود از مخالفان مسلم می خواهد که بروند صلح یک جا شوند. امید ما است که این پیام ما با جواب مساعد از طرف اونایی که در جنگ هستند، از طرف اونایی که تا به حال دست از جنگ نبرداشتن، با جواب مساعد روبرو شویم. این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است که بر علاوه فشارهای دیپلماتیک و نظامی بر گروه طالبان، فشارهای مذهبی و اجتماعی را نیز در سال روان بر این گروه وارد خواهند ساخت.